دختره سمینار دل کندیم بالاخره. اونجا داشتیم تدریس میکردیم دیگه. تدریس با هرهرو کرکه، تدریس با صمیمیت بسیار. واسه من دخترها رو هد استوری میکنه، فلان میکنه. بله. چی بله؟ ماما پدر منو در آوردی گفت بریم بیرون صحبت کنیم. مرسی که با افتخار بعد دو روز تشریفتون آوردین آقای سیفی. با افتخار منت سر ما گذاشتین. منت سر ما گذاشتین. از دختره سمینار دل کندیم بالاخره. مشکلت اینه؟ به جز این چه مشکلی میتونم داشته باشم؟ بابا اونجا داشتیم تدریس میکردیم دیگه. تدریس با هرهرو کرکه، تدریس با صمیمیت بسیار، تدریس با اینجوری نشستن پیشم. تدریس آره؟ صندلی جدا جدا نشسته بودیم، بیخیال شدیم که واسه این قیافه گرفتی تو خونه؟ توی یه استوری پیش پسرام نشستی که یعنی آره من با پسرام. توی یه استوری میدیدم بین 7-8 دختر نشستی با همه شون هم هرهر و کرکر و هم شیرین بازی در میآوردی و میخندوندی و مردمو. به جای اینکه افتخار کنی بگی افتخار به چیت کنم؟ به اینکه اونجا شده بودی؟ اینکه مدرسم. مدرس؟ مدرس بودی اونجا شیرین بازی در میآوردی میخندوندی بقیه رو؟ بابا همه واینرها اونجا بودیم، هر میز یه دونه بلاگر داشت، منتور داشت، تدریس میکرد. تو که گفتی اصلا دختر نیست اونجا؟ من نگفتم دختر نیست. نگفتی تو؟ بله گفتم دختر هست. گفتم تو هر میز سه تا دختر، سه چهار تا هم پسر هست. نه من این حرف نزدی. چت هم هست؟ نه گفتی آقا همو اینا تدریس میکنی، من قرار برم اون بالا صحبت کنم تموم شد بیام. گفتم باشه الان میخوای 6 صبح بری تو 12 میای؟ آره بابا من تو 3 بار برگشتم تا ساعت 12. من فکر میکردم اینجوری باشه. 6 صبح آقا میره ساعت 10 شب میاد. خب چیکار کنم تو هفتهش طول میکشه؟ پاسداران حسین آباد بخوام بلندشم بیام اینجا 2 ساعتم راه دارم دیگه. واسه من دخترها رو هد استوری میکنه، فلان میکنه. پسرم هد استوری کرده بودم بابا. تو کی پسر هد استوری کرده بودی؟ تو آرشیوام از میارم میدم تو دهنه تا. یه دونه اونم همون آقای چیزتون کرده بود، اون هد استوری کرده بود صاحب مجلسه. نه خیرم میارم نشونت میدم. هرچی اصلا تو با چی دختر رو هد استوری کردی؟ بابا من مدرسم، باید بهشون انگیزه بدم. چه ربطی داری این حرفا؟ مدرسه چی؟ استوریای منو سین نمیکنی، رد میکنی، میری مردم عد استوری میکنی؟ عشقا من اونجا اصلا گوشی دستم نمیگرفتم بابا، پدر منو در آوردی تو. چرا گوشی دستت نمیگرفتی؟ میتونستی بقیه رو عد استوری کنی، منو نمیتونستی؟ نه عد استوری کردم که. زحمت کشیدی بعد اینکه خودم گفتم. به خدا فکر کنم افتخار میکنی. افتخار چی کنم؟ عجب. میری میشینی بین 7-8 دختر هرهر کرکر میکنید افتخار به اون کنن؟ چه ربطی به هرهر کرکر داره؟ یه سمینار بود، همه چی خیلی حرفه‌ای و جدی بود. حرفه‌ای و جدی؟ هرهر کرکرات واسه بقیه بود، قیافه گرفتنات واسه من. واقعا تو داری این حرفا رو بهم میزنی؟ آره من دارم این حرفا رو میزنم. باشه دیگه نمیرم. برو. نمیرم دیگه، تمومش کن. بسته دیگه. چی بسته دیگه؟ چه کار خلافی کردم من؟ خوبه سر کار نمیرم 7 صبح برم 5 عصر بیام. سر کار میرفتم پدر منو در می آوردی 24 ب... آزادی میخوای. چه ربطی داره؟ تو میری رفیقای مجرای تو این برون میبینی که هر کدوم دارن یه گوشه میلولن واسه خودشون، نتونستن صاحب زندگی بشن، میگی ای دل غافل امروز با این دافیه میره، امروز با این میره، امروز این باغ میره، امروز اون باغ میره. چرا من محدود شم به یه نفر؟ چرا من چیز شم خودمو بچسبونم به یه نفر که همش بهم گیر بده، قور بزنه سرم؟ کاش منم میموندم تو همون دوران، چقدر حیف شد. بیتا این بحثو تو شروع کردی، من گفتم آزادی میخوام، مثلا همچین حرفی زدم به تو؟ همه رفیقای اونجا هم اکثرا متأهل بودن، اکثر خانوما هم متأهل بودن، واسه همین از سر صبح که اومدی دنبالم بیست چاری گوشید داره زنگ میخوره. ای این اون خانوم هست تدریس میخواد. از صبح که داره بیست چاری گوشید زنگ میخوره. بهت این کیه؟
اونو خانم بابا هست. گوشیم زنگ میخوره سوال دارن جوابشونو میدم. این اینونه بابا. یه سری آدم اونجا بودن که دوست داشتن پیجشون بره بالا، فروش داشته باشن، به درآمد برسن، واینر بشن. ما کمکشون میکردیم، ما دلسوزشون بودیم. دلسوز زندگیت باش. آخه چه اتفاقی افتاده؟ درست زندگیت باش. نه که اونجا از گوشه کنارا یه آشنا در بیاد واسه من عکس بندازه بفرسته که مهدی بین هفتش شد دخترش رو سه هر هر کر کر دارم میکنن. چه ربطی داره بابا؟ ربط داره. جواب من اونجا یه دقیقه نمیدادی. نمیشد داد بابا. اونجا ما میرفتیم صحبت میکردیم، بچه ها صحبت میکردن، خودمون بند خدا صحبت میکرد. نمیشه گوشی بیارم بالا جواب بدم، اسمس بدم که تو که میدونستی جام کجاست. بابا این حرفا دادم خسته میکنه به قرآن. من هرچی بگم تو این جواب تو آسینت داری و نمیذاری هیچ کدوم از حرفای من بی جواب بمونه. بیتا من سر کار میرفتم تو چیکار میکردی؟ فعلا که نمیری. آقا اگه من میرفتم تو چیکار میکردی؟ اون موقع قضیهش فرق میکرد. چه فرقی میکرد؟ چه ربطی به سر کار داره الان؟ خب اونجا هم حتما خانوم هست، حتما آقا هست. هر روز باید میمدم دعوا میکردم سر این مسئله با تو. مشکل من تو نیستی که. نه مشکل من چیه؟ چیه؟ مشکل من فقط الان تو نیستی. مشکل من کساییه که چجوری بگن میدونن طرف متأهل خوب ولی باز دست بر نمیدارن و سعی میکنن از یه سوراخی خودشون رو بچپونن توی اون داستان. مشکل من اینه. هر موقع من اجازه دادم اونا بخوان خودشون رو بچپونن تو داستان من، اون موقع تو حق داری با من اینجوری حرف بزنی. اونجا هر کسی هم من شماره خواست شمارم رو ندادم، گفتم راه ارتباطی من این اینستاگرامه، پیام میدیم. من میدونستم تو اینجوری میخوای بکنی دیگه. اصلا گیریم من اینجوری نمیکردم، من این حرفا رو نمیزدم. من یه آدم روشن فکر منطقی. آخه روشن فکر ربطی نداره. تو شاید رفته تدریس کرده به چند نفر. من یه آدم روشن فکر منطقی که اصلا برام مهم نیست که تو شماره میدی نمیدی فلان نمیکنی. خودت عقل خودت چی میگه؟ اینو میخوام بدونم. عقل سلیم داری اون چی میگه بهت؟ راجع به چی؟ راجع به همین که بخوای به این با این حرف بزنی، با اون حرف بزنی، به این بهونه این بهت زنگ بزنه، به اون بهونه اون بهت زنگ بزنه. تو این یک سالی که با هم بودیم چی اتفاقی زنگ زده که بخواد یه چی به من بگه جز این چند روزی که سمینار بودم؟ عقل سلیم شما چی میگه بانو؟ دیگه نه به گوشم اعتماد کنم نه به چشم. اعتماد نکن، اعتماد نکن، تموم شد و رفت. من چه کار بدی کردم آقا؟ فاس کار بدی نکردی آقا، کش ندید بحثم. چرا بیخیال نمیشی ول نمی کنی؟ هر شب بحث کش بدی بدتر میشه. جمع خیلی مسخره است این بحثا، ولی خوبش اینه که حداقل تلاش نکردی منو با ملایمت قانع کنی. آه عذرخواهی میکنم، شما با رفتارات منو میرنجونی، منو خسته میکنی، بعد میگی که من باید شما رو ملایم میکردم. بیام دونی مخفیه که نخلت کشم. من چرا باید خجالت بکشم؟ تو باید در رفتارت خجالت بکشم. دونی مخفیه، خجالت نداری. من باید خجالت بکشم؟ تو عمرم از کسی خجالت نکشیدم، هر کار بد و خوبی که کردم واسه هر کسی. من رو کشونده بیرون دوری مخفی بگیره با سمینار. خوب بود دیگه بعد دو روز. بد بود؟ قشنگ نبود؟ نه تو سگ هیچ کیو سگ حساب نمی کنی. به شما چرا برمورده؟ برمیخوره. این حرف در من تای دل بود. اصلا هم قشنگ هم شوخش هم خوب نبود. کجا میخواستیم بریم بریم برنامه چیدم؟ فکر کردم راجبش، گفتم خب به چی گیر بدم به چی گیر ندم، این بهترین گزینه است.
اینجوری رفتار کنی ها بام به خدا ناراحت میشم ازت. مود شدن فهمیدی؟ آره مود شدن. تو اسمس حال میکردی اوکی بودی یا اومدیم اینجا تو منو ناراحت کردی من باید بوس کنم؟ متأهل نشید ها کس خلید اگه متأهل بشید متأهل بشید شوخی داریم دروغ میگم شوخی داریم یعنی میریم خونه پزتو میزنم شوخی میگونه حرفای خنده دار میزنم متأهل نشید میتونم از این لحن دیالوگ متأهل نشید ها اصلا و ابدا متأهل نشید برید در روز یه گوشه توی سوراخ خب چه ربطی داره مگه با متأهل نشید رفته باشید توی یه سوراخ شرایط متأهل بشید بگو متأهل بشید و مدیون کسی منو خدا تهدیدت یکی الان داری حرف میزنی انگار من فکر کنم از زندگیت ناراضی ام من ناراضی همه چیز زیر صده تو الان داغونی داری اینجوری میگی تو نمیدونی قضاوت کردن کار مردمه بچه من فراموشی هم بگیرم بیتا رو ببینم دوباره عاشقش میشه با اینکه یادم نیادش تمشا رو نگاه کنیم سلام علیکم